سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و خانواده خوبم در کانال تقویت زبان انگلیسی با داستان کوتاه در خدمتون هستم با داستان کاور قرمز رنگ یعنی داستان های عاشقانه کانال این دومین داستان عاشقانه ای هست که برای کانال دارم تهیه می کنم با عنوان The Helmet که امیدوارم مورد توجه دوستانی باشه که به اینجور داستانها علاقه دارن A girl and a guy were speeding over 100 mph on a motorcycle. Slow down, I'm scared, the girl says. No, this is fun, the boy says a girl یعنی یک دختر and a guy guy در واقع کلمه غیر رسمی برای boy هم استفاده میشه پس میشه یک دختر و یک پسر were speeding speed به معنای سرعت هست speeding over یعنی بیشتر از یعنی سرعتشون از این عدد یعنی عدد 100 ام که میشه مایل در ساعت آن موتور سایکل موتور همون موتور سیکلت خودمون هست پس میگه چی میگه یک دختر و یه پسر با سرعت بیش از 100 مایل در ساعت داشتن موتور سواری میکردن سلو داون میگه سلو داون یعنی کم کن سرعتش رو یعنی آرومتر برو I am scared من می ترسم scared به معنای ترسیدن من می ترسم the girl says دختره میگه No this is fun نه این خیلی باحاله فان به معنای باحال یا کول cool به معنای باحال the boy says پسر میگه پس دختره میگه سرعتو کم کن من میترسم ولی پسر میگه نه خیلی باحاله girl No it is not please it's too scary boy then tell me you love me girl fine i love you slow down boy now give me a big hug girl یعنی دختره میگه no it is not نه نیست یعنی نه اصلا به حال نیست please خواهش میکنم it's too scary تو اینجا به معنای خیلی هست سکریم هم یعنی ترسناک میگه نه خواهش میکنم خیلی هم ترسناکه بوی پسره میگه then پس tell me به هم بگو you love me به هم بگو که دوستم داری girl و دختره میگه fine اوکی okay, باشه I love you دوستت دارم slow down حالا سرعت کم کن بوی now حالا give me give به معنای دادن هست give me به من بده big hug hug هم یعنی بغل کردن یعنی در آغوش گرفتن big hug به معنای محکم در آغوش گرفتن است ما میگیم محکم اونا میگن big به معنای بزرگ پس میگه خب پس حالا محکم بغلم کن girl hugs him boy can you take my helmet off and put it on it's bugging me in the paper the next day Girl hugs یعنی در آغوش گرفتن یا بغل کردن هم یعنی او را دخترم اونو بغلش میکنه Boy پسره میگه Can you take my helmet off? Helmet یعنی کلا کاسکت از این کلا ایمینی که سوار موتور میشن میپوشن میگه میتونی شما take off با همدیگه یعنی در آوردن برای لباس take off میشه درآوردن از تن و put on میشه پوشیدن میگه میشه کلا که در بیاری and put it on و به یعنی خودت سرت, سرت کنی it's bugging me bug به معنی اذیت کردن it's bugging me یعنی منو داره اذیت میکنه in the paper paper منظور همون من خلاصه شده یه newspaper هست یعنی روزنامه میگه توی روزنامه the next day فرداش یعنی فردای اون روز a motorcycle had crashed into a building because of brick failure two people were on the motorcycle but only one survived A motorcycle یه موتورسیکلت had crashed crashed یعنی برخورد کردن میگه که برخورد کرده into a building building یعنی ساختمون میگه یه موتورسیکلت تصادف کرده یا برخورد کرده به یه ساختمون because به دلیل به خاطر brake failure به خاطر ترمز بریدن <applause> یا یا به خاطر خرابی ترمز بریک کلا تو وسایل نقلیه میشه ترمز فیلر که معنای کلیش به معنای خرابی هست ولی ما معمولا خرابی ترمز یا برودن ترمز ترجمهش میکنیم two people دو نفر were on the motorcycle بودند روی موتورسیکلت but اما only فقط one یک نفرشون survived زنده مونده. سرفایو به معنی زنده ماندن هست و اینم که ایدی گرفته پس میشه زنده مونده. The truth was that halfway down the road the guy realized that his brakes broke but he didn't want to let the girl know The truth یعنی حقیقت واقعیت یعنی واقعیت این بود was بود that که half way یعنی نیمه راه down the road down the road یعنی تو پایین پایین خیابون یعنی میگه نیمه راه وقتی که پایین خیابون بودن توی راه بودن The guy پسره, realized متوجه میشه that که his brakes یعنی ترمزش broke شکسته. But اما he didn't want to اما او نمیخواد let the girl know. اما نمیخواد بذاره که دختر بفهمه یا متوجه بشه. didn't want یعنی نمیخواست to let که اجازه بده the girl دختر نو به فهمه یا متوجه بشه instead he had her say she loved him felt her hug one last time then he had then had her wear his helmet so she would leave even though it meant he would die Instead یعنی در عوض به جاش He had her یعنی اون پسره از دختر خواست Say که بهش بگه She loved him که اون دوستش داره Felt احساس کنه Her hug بغلش رو یا آغوشش رو One last time برای آخرین بار Then بعدش Had her یعنی اونو مجبورش کرد یا ازش خواست wear his helmet به پوش کلاکاسکتش رو so she would leave, تا اون زنده بمونه even حتی even though, حتی اگر it meant, این به اون معنا باشه که he would die که اون بمیره یعنی اون زنده بمونه دختر زنده میمونه حتی اگر خودش بمیره آخه از می میکنم بابت پایان قمنگیز این داستان عاشقانه ولی داستان واقعا زیبایی بود خب امیدوارم که تا اینجا داستان رو همراه من بوده باشید از اینجا به بعدش رو هم با من ادامه بدید من یک بار دیگه داستان رو خیلی سریعتر و بدون ترجمه فارسی براتون میخونم این قسمت رو از دست ندید که به منظور تقویت لیسنینگ شما عزیزان هست A girl and a guy were speeding over 100 mph on a motorcycle. Slow down, I'm scared, the girl says. No, this is fun, the boy says. Girl, no, it is not, please, it's too scary. Boy, then tell me you love me. Girl, fine, I love you, slow down. Boy, now give me a big hug. Girl hugs him. Boy, can you take my helmet off and put it on? It's bugging me. In the paper the next day, a motorcycle had crashed into a building because of brake failure. Two people were on the motorcycle, but one only one survived. The truth was that halfway down the road, the guy realized that his brakes broke, but he didn't want to let the girl know. Instead, he had her say she loved him, felt her hug one last time, then had her wear his helmet so she would leave, even though it meant he would die. به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقی است دوستای عزیز میدونید که ویدیوهای کاور قرمز رنگ ویدیوهای عاشقانه کانال هستند اگه شما به این جور ویدیوها علاقه دارید به این جور داستان ها در واقع علاقه دارید پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای قبلی و بعدی رو از دست ندید من شما رو تا یک ویدیو و یک داستان عاشقانه دیگه به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار